پراکراتوری جنرالی جمهوری توجیکستان مخوره ساکن شهر کولو به ولایت ختلان رستم اودینایف رو که تاریخ سامانه اینترنتی بومدو تیوی 27 دکمبر سال 2022 تحت عنوان مغازم رو بستم از دست کارمندان پراکراتوری کولو اسماعیل ظریفی به تب رسیده است مورد بررسی قرار داد. دستوری گفت قبلا عریضه های اودینایف از 27 دکمبر سال 2021 از 17 ینوار سال 2022 از 25 اپریل سال 2022 از 13 مارس سال 2022 و مراجعتش به دستگاه پرزیدنت از 24 ایون سال 2022 نسبت به حکم دادگاه شهر کولوب از جانب مقامات دادستانی کل مورد سنجش قرار گرفته حکم دادگاه حساسناک حساب شده است. سنه 19 دکمبر سال 2022 مراجعت تکراری اودینایف نسبت به عملهای غیر قانونی یاردمچی پراکرور شهر کولوب اسماعیل ظریفی که توسط دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به پراکراتور جنرالی وارد گردیده است که اون فعلا مورد بررسی قرار دارد. گفته می شود در واکنش دوستانی کل رستم اودینایف روز 3 ینوار سال 2023 در صحبت با پایگاه خبری بامداد تصدیق کرد که در حقیقت او را به دوستانی کولوب دعوت کرده بیاناتش را گرفتند. یک کارمند دوستانی گفت بنویس که چه می خواهی؟ من نوشتم که اسماعیل ظریفی داغ سودی مرا تازه کند و ضرر رسوندهش را برقرار کند. در آخر بیاناتم نوشتم که دیگر به اعلی می سپارم این کارمندشان را. نقل کرد رستم اودینایف. طوری که قبلا خبر داده چند روز پیش رستم اودینایف یک صاحبکار 35 ساله از شهر کولوب با نشر یک مطلب در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که از 9 دکمبر سال 2022 سر کرده من صاحبکاریم را در شهر کولوب قطع کردم. از دست کارمند پراکراتوری شهر کولوب اسماعیل ظریف دیگر به صاحبکاری مشغول نمی شوم. رستم اودینایف امین طور با ارسال یک نامه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون از بیدادگری کارمندان مقامات شهر کولوب به ویژه امین کارمند پراکراتوری اسماعیل ظریف نسبت به صاحبکاران محلی شکایت کرده نوشته است. اسماعیل ظریف از روی خصومت او را برای چندین محصولات مولت استفادهش گذشته به مبلغ 6000 سومان جریمه بسته و او مجبور شد که از بانک قرض گرفته این جریمه را پرداخت کند. رستم اودینایف نوشت چون این مناسبت بد باعث شد که صاحبکاری را دیگر پورا قطع کنم. نسبت ما پرونده جنایتی آغاز کرد. بالای این داغ سودی گرفتیم و باز جریمه کردند. گویا که من یگان جنایتکار هستم. من در یک سال به دولت تا 13000 سومانی به فایده دولت پرداخت میکردم، اما من صاحبکاریم را قطع کردم. از دست چنین کارمند که به ما ضرر رسونید تنها به من نه به دولت هم ضرر خود را رسونید. اگر چنین کار را دوام کردن گیرد ضربه سخت به اقتصادیات دولت میباشد، نوشته است رستم اودینایف در نامش به پرزیدنت. او در نامش از امامعلی رحمون خواسته است که اسماعیل ظریف را که او را در دادگاه شهر کولوب کار میکند برای این ضرر رسونیش از کار بگیرد. زویران تو به دستگاه پرزیدنت رفتن بحث این قضیه باعث شد که دادستانی شهر کولوب روز 26 دکمبر سال 2022 به قضیه رستم اودینایف رسما واکنش کند. در این واکنش که در سامانه رسمی دادستانی کل تاجیکستان نشر شد، پراکراتوری کولوب می نویسد که اودینایف رستم میرزاخانوویچ سال تولدش 1987 ساکن شهر کولوب محله بربد قبلا با حکم سود شهر کولوب از 13 مارس سال 2013 با ماده 209 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای فروش محصولات خوراکواری مولت استعمالش گذشته که به طلبات بی خطری برای حیات و سلامتی استعمال کنندگان جوابگو نبود سود شده، به او جزا در نمود محروم ساختن اسازاده به مولت 1 سال و 4 ماه با محروم کردن از حقوق اشغال وظیفه های وابسته به سوای سودا به مولت 1 سال تعیین کرده شده است. ولی می نویسد پراکراتور اودینایف به خود خلاصه ضروری نبرآورده، باز به جنایت نگاه داشتن محصولاتی که به طلبات بی خطری جواب نمیدید دست داده است. دادستانی می گوید گناه محکوم شده اودینایف در صادر نمودن جنایت نام برده با نشان دادهای شاهدان، خلاصه کارشناسان و دیگر دلیل های رد نشونده اثبات خود را به پورگی یافته است. ولی رستم اودینایف میگوید کارمند پراکراتوری کولوب تنها برای نتیجه نسبت به وی پرونده کرد. او میگوید محصولاتی که پراکرور اسماعیل ظریف گویا یافت و سند کرد در اصل چندین پیچین و وفلی بود که برای برگردانیدن جدا کرده شده بود و در سودا نبود. رستم اودینایف میگوید
چونین برخورد نسبت به صاحب کاران برای چندین پیچین و وخلی اهل تجارت را رو افتوده و دل سرد میکند و او هم آنقدر دل شکسته شده است که در مغازش رو بست و سیدومه صاحب کاری دست کشید. فقط همین یک کارگر پراکراتور کولو به من بیش از 7000 سومونی ضرر رسونید. برای خراجات های دیگر در عموم قریب 15000 سومونی ضرر کشیدم و قرض دور شدم. حالا دیگر بیکارم و نمیدونم که چی کار کنم و پول جریمه رو از کجا بسپارم و اویلم رو از کجا تامین کنم. گفت او کارشناسان میگویند بجز از محصولات زود ویران شونده برای باقی محصولات مولد استفاده که در قوطیش نشان داده میشود در اصل تنها مولد تفسیه استفاده این محصولات رو در نظر دارد و گذشتن این مولد تفسیه به آن معنی است که آن محصولات کاملا غیر قابل استعمال یا غیر قابل استفاده شده باشد. لازم به یادآوری است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپا از جمله در جمهوری چک شبکه مغازه‌های عمل می‌کنند که با نرخ نسبتاً به مغازه‌های معمولی خیلی ارزان‌تر صرف محصولات مورد استعمالش گذشته را می‌فروشند و برای محصولات قنادی چنین جزای سخت دادن صاحب کاران و آن هم به دلیل‌های علمن ثابت نشده با عقیده اقتصاددان‌ها جزای بیش از حد به نظر می‌رسد.